سلام عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز. اول قبل هر چیزی بهتون بگم لطفا تو خونه بمونید. وقتی که دچار مشکل بشید اون وقت تأسف خوردن دیگه دردی رو دوا نمیکنه. لطفا خونه بمونید تو این مدت تا یه مقداری این مشکلات حل بشه. اما منم خواستم بگم من دوست دارم حرف تکراری بزنم، اما واقعا بعد خونه موندش و بیرون نرفت، نه گاهی اوقات نه به خاطر خودتون، به خاطر کسایی که دوستتون دارن خونه بمونید. اگر امروز من بیمار بشم دیگرانم بیمار میکنم، خانوادم رو بیمار میکنم. میدونم شرایط خیلی سخته، برای ما هم داره سخت میگذره، دیگه متریال هم نداریم فیلم درست کنیم کم کم، ولی میدونم که خونه میمونید حتما. دمتون گرم. وقتی هم خونه موندید سعی کنید از لحظه هاتون به نحو احسن استفاده کنید. میتونید آشپزی یاد بگیرید، باغبونی کنید. من هم همین کارا رو میکنم ایدن شما. خب میخوام یه سس بهتون یاد بدم 21 براتون رو کنم. یه سس بهتون یاد میدم، معتاد این سس میشید اگه درست بکنید و رسپیش از ابتدا تا انتهاش برای خودم چندی بار درستش کردم و پرفکت در اومده. بریم سراغ مواد اولیه. یه دونه بذار در اینجا بگیرم، نمک و فلفل که پاکارای اصلی مونن همیشه. یه دونه گوجه فرنگی رو پوست کندم به این اندازه گذاشتم کنار. اینم یه تیکه بیکنه، بعد اسموکی هم حتما باید باشه. نیاز به آب لیمو ترش دارم، لایم، هر چیزی که ترش بشه. آب لیمو هم میتونید استفاده کنید. سبزی ترخون به اندازه 2-3 گرم. سه حبه سیر دارم. یه تیکه فلفل دلمه، فرقی نمیکنه که زرد باشه یا سبز باشه. برای این رسیپی نیاز به 3 تا دونه زیتون داریم. سس خردل دارم، البته دونه هاش باید درشت باشه. سبزی آویشن خشک شده دارم ولی سایده نشده به این شکله. این از این و همیشه جوز هندی، فارسیش رو میگیم یه مشکله، انگلیسیش رو میگیم یه مشکله. اینم از جوز هندی، نیاز به جوز هندی داریم. دو تا تخم مرغ که از یخچال قبلش در بیارید بذارید با دمای خونه هم دما بشه. این از این. روغن مایه به میزان لازم، حالا بهتون یاد میدم. و همینطور سرکه، اینی هم که میبینید به اندازه تقریبا 7-8 گرم، شاید کمتر، 7-8 گرم سبزی جعفری تازه خرد شده است، برای اینکه خواستم تو وقت فیلم صرفه جویی کنم. و مهمتر از همه این فلفل خیلی تونده، فلفل باغچه خودمه، نیاز به فلفل تندم داریم، اما این نصفیش کار ما رو حل میکنه. پس فلفل تندم اگه داشتید یه نصف فلفل تند، اما فلفلش رو سعی کنید که تازه استفاده کنید. حالا اولین کاری که میکنم قبل هر کاری ظرفمو میارم و صحب سیرم رو داخلش میدادم. شما هم اگه دستگاه غذاساز دارید، دستگاه دیگه دارید، میتونید استفاده کنید. حالا ما به این شکل استفاده کردیم. این سیر تازه رو بهش اضافه میکنم تو این مرحله و بعد سیر تازه دو تا دونه تخم مرغم و این از این و نمک و فلفل بهش نمیزنم، اما یه مقداری جوز هندی اول تو دستم بریزم که زیاد نشه. ببینید یه کوچولو، ولی این جوز داخلش بیداد میکنه. این جوز هندی رو داخلش میزنم و دستگامو میارم، تخم مرغا رو اونقدر میزنم تا کف بکنه. یعنی چی کف بکنه؟ یعنی سطحش یه مقداری بیاد بالا و بافتش کاملا باز بشه. تخم مرغ رو نگاه کنید کف کرده، زیادم نمیخوایم بزنیم که کف بکنه. به این اندازه که رسید روغنمون رو توی یه لیوان میریزیم به این شکل و دستگاه رو روشن میکنیم و کم کم روغن رو اضافه میکنیم تا تخم مرغا خودش رو بگیره. حالا من میریزم و شما ببینید. خب ببینید یه لیوان رو ریختم، پایه رو ببینید چقدره، الان داره سفت میشه، اما من میخوام خیلی سفت‌تر از این بشه. میبینید الان داخلش معلومه به این اندازه سفت شده، اینن مایونزیه که شل شده باشه، اما نیاز دارم یه مقداری دیگه بهش روغن اضافه کنم. دستگاه رو روشن میکنم حتما و بعد روغن رو کم کم بهش اضافه میکنم تا سفت سفت بشه.
سفت شده وقتی که دستگاه رو میزنم نمیچرخه، میبینید به این شکل خامه‌ای شده شد. خب این الان پایه مایونزیه که ما ساختیم. این از این من اینو تمیز میکنم و داخل یه ظرف میریزم و بعد میریم برای اینکه این پایه سس مایونز رو تبدیل به یه سس حرفه‌ای بکنیم. سبزی جعفری که عقب خورد کردم وقت فیلم هدر نشه. اما حالا ممکنه سوال بکنید که چقدر ما اینا رو باید خوردشون بکنیم؟ آها، میزان خورد کردنشون باید به اندازه‌ای باشه که اگه میخوایم داخل ظرفش سس هم بریزیم به راحتی از لوله سس بیرون بیادش. البته اینو برای کسایی میگم که داخل رستوران میخوام اینو درستش بکنن. این از این. حالا اینا رو من حسابی با هم دیگه میکوبم تا یه دست بشه و همینطور زیتونا اگه بیشتر بشه طعمش داخل تو خیلی از سس‌ها استفاده میشه، اما اگه این بیشتر باشه طعمش غالب میشه و طعم‌های دیگر رو زبون نمیتونه تفکیک بکنه. این از این. حالا چرا اینا رو تو دستگاه نریختم؟ اگه تو دستگاه اینا رو میریختیم همش میشد له و اون چیزی که میخواستیم و مد نظرمون بود نمیتونستیم بهش برسیم. میام سراغ اینم ترخونه. ترخون حتما تازه استفاده کنید. کسایی هم که تو استرالیا هستن کورز و وولورز همیشه داره و میتونن برن خرید بکنن و یه خیلی از فروشگاه ترکیه‌ای و عربی هم این سبزی رو دارن. ببینید حالا اینا رو من با همدیگه دوباره میریزم رو همدیگه و به مدت چند دقیقه ساتوریشون میکنم. میریم سراغ گوجه فرنگی. گوجه فرنگی هم من یه گوجه فرنگی استفاده میکنم که زیادم آبدار نباشه. از گوجه فرنگی نیمه رسیده استفاده بکنیم خیلی بهتره. خب حالا این یه مقداری آب میندازه، اینو من جدا میکنم و میارم این ور تخته به این شکل. گوجه فرنگی رم اما باید دقت بکنید که نزنید با دستگاه، حتما باید به این شکل ساتوریش بکنیم. اینا رو من به مدت 4-5 دقیقه میکوبم و برمیگردم. میام سراغ سبزیمونو ببینید کوبیدم و فلفلمونم اینم به همین شکل ریز ریزش میکنم و قاطی این سبزی ها میکنم. بعدا نگید فلفل چی شد، این فلفل هم اضافش میکنم به این. حالا میام سراغ بیکن ها، سعی میکنم بیکن ها رو به این شکل میبینید به این شکل نواری ببرم و بعد به کوچکترین اندازه که میتونم درش بیارم و میبرم روی گاز تفتش میدم. بعد اینکه تفتش شدم آماده میشه که به این اضافهش بکنم، اونم تو مرحله بهتون نشون میدم. بریم سراغ اضافه کردن ادویه ها. آویشن یه بشکونه کوچیکه، اما باید مطمئن بشیم که همه جاش آویشن داره. میام سراغ خردلمون. این یه خردل خیلی خوبه، من زیادم اضافه نمی کنم. اینم به اندازه نصف قاشق چای خوری. این بیشتر نصف قاشق چای خوریه، یه قاشق هست. این یه قاشق. شما نصف بریزید، من میگم نصفه، بگید نصفه. این از این همیشه ما مشکل داریم. میام سراغ سرکه. سرکه من آب لیمون دوتا طعم متفاوتن که دست به دست هم میدن، کمک میکنن و مزه رو میسازن. اینم یک و دوتا قاشق سرکه اضافه میکنم و بعد میام سراغ لیمون. البته این لایم لیمون نیستش، شما هم گفتم هم لیمو هم لایم هر جفتشو میتونید بهش اضافه بکنید. اینم به اندازه دو تا قاشق بهش اضافه میکنیم، همین اندازه کفایت میکنه. خب حالا توی این مرحله من سبزی ها رو بهش اضافه میکنم. این از سبزی و گوجه فرنگی، فقط میمونه فلفلش و همینطور میام سراغ فلفل سیاه. فلفل سیاه درشت خور شده به اندازه نصف قاشق چای خور. یه بار درست کنید اندازه ها دستتون میاد و شهامت ترکیب کردن رو پیدا میکنید. اگه از اول من میومدم میگفتم که این کارا رو بکنید الان خیلی ها آشپز نبودن. اینم از این. ببینید رنگ قشنگ، زیاده هم شل نید. تازه سس مایونز من داغه، باید بره تو یخچال و خودشو کاملا بگیره.
حالا به این مرحله که رسیدیم زیاد هم نمیزنیم، میذاریم استراحت بکنه، البته داخل یخچال، میریم سراغ بیکنا پای گاز و من بهتون نشون میدم که چیکار کنیم. بیکنا به این اندازه که رسید رنگ شروع کرد تغییر کردن، یعنی دیگه داره آماده میشه، اما یه مقدارم میذارم بیشتر رنگش تغییر بکنه، تقریبا نیمه خشک باشه و دیگه آماده میشه تا بتونم به سسم اضافهش کنم. اینم از این اینه که ریزه فلفلا رو خرد کردم، فلفلش هم خیلی تنده، البته این سس باید تند و تیز باشه. بیکنمون هم اگه بخواید با قاشق حساب بکنید به اندازه دو تا قاشق بیکن خورده توش ریختم. حالا تو ایران هم ممکنه عزیزا سوال بکنن که ما بیکن نداریم. بیکن که تو ایران خیلی زیاده، دوستام اکثرا آشپزان استفاده میکنن. بیکن نداشتید میتونید مثلا ژامبون مثلا 100% ولی اسموک استفاده کنید، یا 80%، یه چیزی توی مایا درصدش بالا باشه اما اسموکی هم باشه که خودشو نشون بده. این از این و شروع میکنم اینو هم زدن. حالا با این حال که مواد داغ بهش اضافه کردم، میبینید هنوز آبکی نشده، حالا این توی یخچال بره بمونه خودشو میگیره و آماده سرو کردن میشه. بذار یه کوچیکم تست بکنم اینم چجوری شد. عالی، من علکی نمیگم عالی ها، من به جون خودم غذا رو این تو رستوران خوردم، طرف به مورد جمع بگو به واقعیت بگم، واقعیت رو بگم چی واقعیت اینه، اما این سس واقعا عالیه. یه مقداری آب لیموش کمه، یه مقداری آب لیمو رو بیشتر میکنم و پرفکت در میاد. امیدوارم که این سس رو درست بکنید و ازش لذت ببرید. تو این روزایی که تو خونه اید سعی بکنید که به هر حال این تایمتون رو هدفمند بکنید، به قول معروف منیج تایم بکنید، تایمتون رو منیج کنید، زمان برای ریسرچ کردن، برای تحقیقات، برای پژوهش کردن، برای یادگیری خیلی زمان خیلی خوبیه، به خصوص برای خود ما. اینو درست بکنید، میتونید به عنوان یه دیپ ازش استفاده بکنید، اگه بذارید یه مقداری سفت‌تر بشه به عنوان یه دیپ میشه استفاده کرد، با همبرگر معرکه میشه، با فست فود معرکه میشه و خیلی از موارد حتی به سالاد هم میشه زد و سالادو خوشمزش میکنه. آقا دوستتون داریم، دم همتون گرم، یادتون نره فیلمای ما رو اشتراک گذاری کنید و بیاید تو اینستاگرام، تو اینستاگرام یه فضا خیلی خوب داریم، میتونید اونجا باشید و از خیلی از فیلم‌ها استفاده بکنید. به هر حال دم همتون گرم، خدا یار و نگهدارتون.